در چند روز اخیر فرهنگیان کشور با شوک بزرگی روبرو شدند. اینکه هرات خاستگاه و زادگاه هنر مینیاتور است، اما در سازمان یونسکو به نام کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان ثبت شده. چرا این اتفاق رخ داد و کجای کار میلنگی تا افغانستان از قلم بیفتد؟ دلیل عمده که تا حال بر ما گفته شده بحث نبود نماینده دائمی افغانستان در سازمان یونسکو هست و لابی لازم صورت نگرفته. اونجا گفته شده بود که تا سال 2021 شما اسناد ارائه بکنیم، اما ای که زودنگام این اتفاق افتاده، فکر میکنم یک مقدار وزارت امور در مقابل عمل انجام شده قرار داده. اما خبر خوش چه است؟ یونسکو به افغانستان فرصت داده تا اسناد و شواهد لازم را ارائه دهد. افغانستان میخواهد مالک این هنر در این سازمان معرفی شود. این نهایی نیست. برای تجدید نظر وزارت های محترم اطلاعات فرهنگ و وزارت امور خارجه افغانستان و داخل اقدام شدند و اسناد لازم ارائه میشه و در اون صورت حتی امکان وجود داره که ما به عنوان مالک اصلی هنر و میراثدار مکتب هرات در فرست اول قرار بگیریم. خطاطان و خوشنویسان هرات از دولت دل خورند. میگویند این کوتاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده که خواستگاه هنر مینیاتور توسط سازمان یونسکو نادیده گرفته شده. اینمی کم توجهی ها یا کم لطفی ها رفته رفته باعث شد که این کشورهای هنر به نام خود ثبت کنند. برای از اینکه اونها یک مقدار در این راستا کار کردن، باید نماینده افغانستان در یونسکو می بود که متاسفانه نبوده، به اثر اونمو کمکاری ها یا کم لطفی های دولت افغانستان که سالانه حدوداً 20,000 دلار افغانی باید اونجا پرداخت می شده، در همینجی کم لطفی کردن. این هنر در حقیقت یک هویت زدایی شده. اما مردم هرات می خواهند این هنر با نام و نشان کهن خود به نسل های آینده برسد. هنر مینیاتوری هرات یکی از پازل های اصلی مکاتب هنری این خطه از کشور است که نباید در همینجا متوقف شود. یک هنر ما در سطح ملی اگر ثبت میشه و بعد این در سطح بین المللی در سازمان یونسکو ثبت میشه، یک افتخار هست برای ما و در این حال یک انگیزه ایجاد میشه بین برای ما جوانا و یک انگیزه ایجاد میشه برای نسل نوین افغانستان که اینا بیاین همین هنر را تعقیب بکنن. کمال الدین بهزاد، خالق هنر مینیاتوری در جهان، زادگاهش هرات و خواستگاه هنرش هم هرات بوده. از او آثار فراوان مینیاتوری به جا مانده که در موزیم‌ها و مراکز ثبت آثار تاریخی کشور وجود دارد. این داشته‌ها دست افغانستان را در رایزنی پیشرو در یونسکو باز می‌گذارد. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات.